روز روزگارتون بخیر و شادی باشد بینندگان گرامی و مخلصان و علاقمندان برنامه های تحلیلی شبکه تلویزیونی ورزش. اینک نشنیواتی برنامه اوروپا افروز راجع به بازی های دور دوم رقابت های مرحله گروهی چمپیونات اوروپا 2024 پیشنهاد شما می شود. طور معلوم است دوم چهار روز اخیر رقابت های دور دوم گروهی صورت گرفتند و چندین نتیجه جالب هم به قید گرفته شد. از جمله سه دسته توانستند قبل از مهلت صاحب راحت به مرحله پلی آف رقابت ها شوند و دسته منتخب پولچه اولین دسته شد که امکان برآمدن از گروه را به پورگی از دست داد. برای تحلیل بررسی مفصل این موضوع ها عین زمان ما در استودیوی مرکزی تلویزیونی ورزش قرار داریم و همراهی من پرویز محمد امین امروز در استودیو همکارانم گلروز خدانظرزاده و امامبک شادی بگزاد قرار دارند. خوش آمدید. خوب میخواستم مختصرا فکرهای خود را درباره جالبیت هایی که در دور دوم گروهی بود گفته گذارید و بعدا یک به یک تحلیل و بررسی رقابت های گروهی را آغاز میکنیم. خب اگر ما آغاز کنیم از آن رقابت هایی که و از آن دسته هایی که شاید بسیار انتظار نداشتند که چنین بازی زیبا را نشان بدهند و آنها توانستند گویم که از همون همه امکانیت و اقتدار خود دیده بهتر بازی کنند، یکی از چنین دسته ها البته این منتخب گرجستان بود که واقعا هم از 24 دسته که در چمپیونات اروپا شرکت می‌ورزند شاید همه کارشناسان دسته 24 رو میگفتند، ولی دسته مذکور واقعا هم بازی ارزنده نشون میدهد. بعدا البته منتخب ترکیه هم علاوه خصوص در بازی دوره اول البته خیلی برآمدی عالی نشون داد و اون دسته هایی که از آغاز فاوریت گفته میشدند، برای مثال انگلیا بازی بی رنگ و نور البته نشون میدهد ولی نتیجه دوره در دست، این چیز رو باید فراموش نکنیم. و همچنین فرانسه هم که از امباپه وابسته بودن خود را نشان داد و ثابت کرد که در نبودن او هیچ نفر دیگری پیدا نمی شود که حداقل گل بزند. بله گلروز، که درباره دستای هنگام سوز و به قول از اول تیپ پیشگوی ضعیف گفتم، میخوام درباره زورترین رو حرف زنم. اینجا ببینید عین حال و نظر من بازی بهترین رو منتخبای اسپانیا، پرتغال و آستریا نشون میدند. آستریا هم تیپ غیر انتظار در قیاس با فرانسه و البته آلمان هم در کتار دسته از که بازی بهتری نشون میده، ولی که آستریا را باید ما علایده اشاره کنیم، چون که از روی سطح از این دسته گفتگی البته در زینه دوم قرار دارد در سطح پایانتر، ولی که بازی نشون میده که بازیش هم بهتر از انگلیس است و هم بهتر از فرانسه و نیدرلند. من این را میتونستم در علایدگی البته اشاره کردم. تشکر زیاد به شما و اکنون باید با تحلیل و بررسی بازی های دور دوم شروع کنیم. قبل از همه توجه میکنیم به بازی که میان دسته های منتخبی ونگریا و آلمان صورت گرفت و در این بازی طور ما دیدیم آلمانی ها توانستند دو بر صفر پیروزی خود را به دست آورند. اما اگر بدانم شما که مؤلف برنامه آینده اروپا افروز خواهید بود مفصل درباره نتیجه دور سوم در گروه انیز حرف میزنید، ما بیشتر توجه را میخواستم به بازی دور دوم بین ونگریا و آلمان جلب نمویم و از امامبک هم سوال این است که ببینید لیدران اساسی خود را بسیار خوب نشان میدهند. ایلکای گوندگان در بازی با ونگریا یک گل زد و یک پاس گلی داد، همچنین تونی کروس. اینک چند بازی می شود که از نگاهی شماره پاس ها و دقت آن بسیار درجه بلند رو نشان داده است. در بازی یکم اگر از 102 پاس داده او تنها یک تاش خطا باشد، در بازی مقابل ونگریا او 127 او نزدیک شد به رکورد خوی که میتوانست 127 پاس به همدستایش روان کند. کروس در همین بازی 124 پاس روان کرد. خلاص ببینید که لیدران هم خود را خوب نشان داده ایستادند. مانوئل نویر هم کمتر به خطاها راه داده ایستاده است به فرق از باشگاه خود که در باواریا به بعضی خطاها راه میدهد و آلمان اینک غلبه نوبتی خود را به دست میآورد. ولی بر زمین در خود منتخب ونگریا لیدران نمی رسند، یک لیدری که دارد برعکس آلمانیا بازی خوب نشان داده است الکی تو انجام بازی دور دوم. ببینید گپ سر دامینیک سوبوسلای می رود که بسیار امید و انتظاری ها بود در این یورو که ونگریا باید که کارو به درازو نمی کشید، الکی تو دور دوم باید می توانست کفالت می داد برایش برآمدن از گروه رو، ولی که ما که در مورد بازی دور سوم حرف نمی زنیم این رو دیگر طرف می مونیم. خلاصه که فکر میکنم نرسیدن لیدرانی که هستند در دستای فاوریت، شماره نفرانی مثل سوبوسلای اقلا دو سه نفر دیگر میشد، ونگریا هم میتوانست آرومتر خود را احساس میکرد، باوریش زیاد میشد و یورگن کلوپ محلی برای منتخب ونگریا مارکو روسی هم
خود رو وضعیت روانی کشاد احساس میکرد، ولیکن من راستی فکر نداشتم که منتخب ونگریا تا بعد انجام دور دوم چنین دچار عذاب میشود و بیشتر بواری ها ماز نو بست از اون که شتلندیا نتیجه خوب نداشت. نظر به ونگریا که وابسته به نتیجه بوزش بواری بیشتر به شتلندیا بود، ولیکن بعدا البته بوزی و رنگ دیگر گرفتن. خلاصه در مورد آلمان چیزی که گلوز اشاره کرد شما هم قید کردید، لیدران که خود رو به خوبی میکنند، ولی که من یک چیز دیگر ایلوه میکنم، کم تجربگی ناگلزمن میتواند از دو حالت مشکلی ایلوهگی شود. با یک طرز دیگر فهموندنیم، ببینید بازی کشاده که آلمان نشان میدهد در گذشته مربیان سابقه تجربه داری منتخب آلمان با یک بازی پوشیده و آرام رفته میرسیدند با یک قولی برای حریفان دیگر فریب کاری میکردند تا فینال میرفتند چه قهرمان میشدند، ولی که ناگلزمن که با چنین جوانی و کم تجربهش تجربگیش علاقه حساب که اسلوبی کشد بازی خود را بر رقیبان نشان میداد، یافتن کلید پیروزی ضد آلمان را هم علاقه دسترس میکند برای رقیبان احتمالی در پلی آف. این چیز میتواند یک مشکل شود برای خود منتخب آلمان و برای مربی هم که اولین سبقت بزرگ از سطح چنین سطح است در پلی آف میتواند کم تجربه او درد سر شود. علاقه ما در بازی سیوم دیدیم که تو کدام حالت حتی ایوازگونی هم تو جوی به دردش نخوردند و خود فول کرو که توانست آخر نجات داد. تشکر و دوستان گرامی، در برابر بوزی کیمیانی دست های منتخب آلمان و ونگریا در دوره دویم صورت گرفت، همچنین ما شوید یک بوزی دیگری جولیب هم شدیم نبرد دست های منتخب شتلندیا و شویتسریا و در همین بوزی گل بسیار زیبای رو شردن شکیری به هدف رساند. ما تنها همین گل رو اشاره میکنیم برای بینندگان و امیدوار میشم که دوستان گرامی این بازی با اشتراک دسته مذکور مساوی یک بر یک ختمه یافت. اکنون دوستان گرامی بیاید با جدول عمومی رقابت ها بعد از ختمه دو دور در گروه آ توجه کنیم. در گروه آ حالت طوری که ما و شما میبینیم همین گونه است، ولی امیدوار میشم که در دقایقی که این برنامه پخش میشود برای بینندگان علاقه بازی های دوری سیوم هم در گروه آ جنبست شدن، اما ما حالتی گروه رو بعد از دوری دویوم برای بینندگان اینجا پیشنیاد میکنیم. مبارزه البته برای جوی یکم صورت میگیریم، ولی طوری ما دیدیم آلمان در زینه یکم باقی ماند، شویتسریا با جوی دویوم و مرحله بعدی برآمد و ونگریا اکنون انتظاری آن است که در گروه های دیگر چی نتیجه ها به قید گرفته میشد. میگذاریم اکنون با دستایی که در گروه بی با هم اشتراک میکنند. آلبانیا در رفتی رقابت با خرواتیا باز هم توانست با زدن گلی زود هنگام خود موفق شود، این دفعه در دقیقه 11 هم. اما بعدا خروات ها به خود آمدند با دو گل جواب گردانیدند، ولی طور دیدیم این بازی بسیار دراماتیکی و جالب با اشتراک دستایی منتخبی آلبانیا و خرواتیا در نهایت کار دو بر دو مساوی جنباز شد. خوب سوال اساسی هم این بود که اکنون در بوزی آینده کی ها نقش اساسی رو میبازند، فوتبال بازان سابقه دار و یا اینکه نسل جوانی فوتبال بازان خرواتی؟ فکر میکنم ببینید اونی که ما تو فرصت های خیلی بازی باور داشتیم که آلبانیا علاقه کارش تموم شده است، خرواتیا میتواند سه خالی در کوری را به دست آورد، ولیکن تا جایی علاقه احساس می شود در همین مسابقه سطح بزرگ که آن بازیگران سابقه دار خرواتی هم به پرگین بستر صد فایزن نمی توانند نتیجه را تامین کنند، علاقه حاجت جسمانی هم احساس می شود، خستگی هم احساس می شود و آن ایوازشوی نسلوی که در منتخب خرواتیا عین حال مشاهده می شود می تواند ماز در همین یورو برایشون مشکل ایجاد کند. علاقه امید ها برای شوکاری در اجرای مودریچ هستند که می تواند این نفر می تواند در دل خوب بازی خوب بسته به مهارت انفرادی خیش نتیجه را تامین کند، ولیکن چگونه ای که ما دیده استودایم علاقه در دو دوری سپری گردیده ما از مودریچ یکون شوکاری را ندیده استودایم و بیشتر تخمین هم چنین می شود که بهترش مودریچ فوتبال را جنبست می کرد و کراس می موند، زیرا که از کراس فایده بهتر هستند در منتخب نظر به آنه که از مودریچ، ولیکن در منتخب آلبانیا باید اشاره کرد که این دسته که یک از دستوی می باشد که البته در برابر شتلندیا و گرجستان از اول از روی آمار ما می توانستیم گوییم که این دستو زینه چهارم می گیرند و ما از فشار که احساس نمی شود اونها زیدی دل خود هستند مقابل تاریخ اون رکوردی که کردند آنها در تاریخ یورونام خود را گذاشتند. ما از وابسته بین میتواند اونها مشکل ایجاد کنند برای دل خود دسته. واقعا هم ایمان بک درست میگوید، ایوازشوی نسل ها این زمان نه تنها در خرواتیا بلکه در چندین
کشورهایی که و دستایی که در این مسابقه شرکت می‌ورزند دیده می‌شد. برای مثال در خودی اسپانیا همون نوازشوی نسلو و انتظاری که هست هنوز علاقه نوازشوی نسلو به انجام رسید ولی در اسپانیا. ولی گویم که انتظاری اون که 2008 2010 2012 بود همون انتظاری باقی موندند از همین بازیگران جوان هم و این میتواند مشکلی هم بگردد. و در خرواتی و شوی نسلو این زمان اکنون گویم که نو آغاز میگردد. در بازی نوبتی به با سوال شما اگر جواب گردانیم من فکر دارم تغییرات البته خوان شد در حیات ولی اون نفران اساسی که در منتخب خرواتی هستند بازم در موقع خود باقی خوان موند. برای مثال لیواکوویچ در دروازه حتما باقی خواهد موند. خوب گواردیول و دیگران در خط دفاع خواهد بود. مودریچ حتما در خط نیمه حمایه در موقع خود بازی خواهد کرد. خوب در خط حمله هم کراماریچ رو میبینیم. یعنی تغییرات خوان شد ولی خیلی کم. نفران اساسی اونهایی که در گرد اطراف اون بازی رو اندازه کرده شده است اونها در میدان باقی خواهند ماند. بازی بر مقابل ایتالیا که در دور سوم دارد منتخب خرواتیا کلا به طور دیگر البته صورت میگیرد. اگر خرواتیا غلبه کند این برای ما هنگامه نخواهد بود بر منتخب ایتالیا چون که اونهایی که میگن خرواتیا بسیار بازی ضعیف نشان میدهد و ارزنده نیست برای برآمدن از گروه من با اونها روزی شده نمیتوانم. خرواتیا هم در مقابل اسپانیا هم در مقابل آلبانیا اصلا یک بازی خوب نشون داد. من این رو بسیارتر به بی‌براری و بعد بیوری ربط میدونم نه به بازی ضعیف خرواتیا مخصوصا در بازی اکنون با اسپانیا که بله، بله، مخصوصا در بازی اول بر مقابل اسپانیا و این رو من ربط میدهم بسیارتر به بخت فوتبالی. اما در رقابت سوم خوب اگر در دو دور بد اقبالی نصیب اونها گردید شاید در دور سوم اکنون در بازی آخرین اونها شاید ایتالیا رو شکست داده توانند ولی اینجا مشکل خواهد شد چون که برای ایتالیا نتیجه مساوی هم قناعتمند بودن میتواند اونها که گویم که یک خول سه خول رو در بازی با مخول آلبانیا به دست آوردند. همون شب دوستان گرامی مخلصان علاقمندان فوتبال رو یکی از نبردهای اصلا مهمترین در دوره گروهی انتظار بود به اشتراک دسته منتخب اسپانیا و ایتالیا و طور بازی نشان داد مخصوصا نیمه اولی آن اسپانیا رو اصلا من کردن شد در همون بازی و مخصوصا کنار تیدی لورنسو بود مورد فشاری دائمی قرار گرفت. نیکو ویلیامز اونچنان بازی رو نشان داد که فکر دارم برتری کلونی او دیده شد. اما ما میبینیم که تقدیر همین بازی رو یک هفتگل حل و فصل میکنند و اون هم براسیش تو با کالیافوری دفاعگر جوان امید بخش ایتالیایی تو وارد دروازه شد و با همین بازی یک برسید و فایده اسپانی ها خاتمه یافت. اصلا بازی میتوانست با حساب کلانتر هم به نفع اسپانیا جنباز شود. جان لویجی دوناروما در چند فرصت دروازه خود را از گل نجات دادن توانست سیو های اولی کرد. اما منتخب ایتالیا در نزد منتخب اسپانیا واقعا هم یک دسته خیلی ضعیف می نمود. این دو دسته اگر با هم قیاس می نمود منتخب ایتالیا عموما مانند نبود به قهرمان اروپا. و ما اگر مشاهده کنیم بله تقدیر موزیر تنها یک هفته گل حال و فصل نمود ولی در مجموع البته موزیر رو با پورگی اسپانیا می دونه میکردن از اول تا آخر. سپلیتی در اول نیمه دوم با اقرار متخصصان زیاد صحبت باید تغییرات رو انجام میداد در کنار راست خط دفاع. جوان دی لارنسو بازیگر دسته ناپولی که در این موقع بازی میکند نیکو ویلیامز در خود نیمه اول چندین مراتب از او گذشت و به مشکلی همیشه توسط کنار به حمله گذشته میکند. از کنار دیگر او با بازی بهتر نشان داده شد بر مقابل لامین یامال به هر صورت اونجا توپ گرفته میشدند ولی در این کنار هر کاری که میخواست نیکو ویلیامز بازیگر جوانی تانوز اتلتیک بیلباو میکرد. در آغاز نیمه دوم بازم همین حالت رخ میدهد چندین مراتب جوان دلارنسو رو فریب میداد نیکو ویلیامز و بعدا گویم که همین حالت رو آهسته آهسته آورده با افتگل دفاعگر جوان دسته بالونیا رسانیدن کالافیوری. در سطح بالان بازی میکردن چگونه توپ رو به حملگران میرساندن ولی عین زمان همه این چیزا دیده نمیشود چون من میگم که تل همین نسلی که عین زمان است خود رو گم کرده است و بازی خود رو بله و من درباره خط دفاع هم گفتن ممکن چون بله. آنجا فوتبال بازان شجاعتمند زیادتر بودند در همون دوره بله. همون یک فولی که مقابل ساکا کرده بود فوتبال بازی با تجربه ایتالیایی تو امروز ببینید اون تقدیری بازی رو هم تا جای گیر حل کرد خطا نخواهد بود. و دوستان گرامی حالت گروه بی برای ما و شما بعد از خاتمه دو دوره رقابت ها نشان داده میشد. اسپانیا معلوم است که جای یکم رو در این گروه از خود میکند. ایتالیا حالا امیدوار است برای زینه دیوم و البته که آلبانیا و خرواتیا هم شانسی خود رو از دست ندادن برای این لازم می شود تا در
بازی‌های در پیش ایستاده در دور سوم بر حریفان خود پیروزی به دست آورند. خرواتیا با ایتالیا بازی می‌کند و آلبانیا با اسپانیا روبرو خواهد شد. می‌گذاریم اکنون با بازی‌هایی که در گروه سی صورت گرفتند. یکی از دسته‌های منتخبی از همه جالب‌ترین انتظار می‌رفت در همین مسابقه تیم ملی انگلیا شود، اما دست بربرانی گارت ساوتگیت اینک دو بازی می‌شود که باوری را سازگار شده نمی‌توانند و سوال‌ها با بازی آنها بی‌نهایت زیاد است. مطبوعات انگلیا را شما خیلی خوب میدونید بینندگان گرامی، کارشناسان ورزیده فوتبالی سابق، فوتبالبازان معروف و شناخته در استودیوهای بزرگ شبکه‌های تلویزیونی کشور بریتانیا کبیر مورد انتقاد شدید قرار داده استودن بازی دست بربرانی گارت ساوتگیت رو. خوب ببینید، از یک طرف سوال ها پیدا میشوند در برای اون که فرض کردیم شما سرمربی باشید و یک نفر باشید که در دستتون تلفنی گویم آخرین مدلی سالی برورشیش 2024 رو داشته باشد، اما اون رو مثل تلفنی که 10 سال پیشتر از این گویم با بزرگ برابر داشته بود مثل اون استفاده برد. همین گونه تصورات رو با وجود میورد بازی انگلیا، یعنی اقتدار بزرگ است، هیئت هست، فوتبال بزرگ خوب هست، ولی بازی بسیاری ها رو قناعت من نمی کند. اما با این وجود اونها در رفتی رقابت ها نتیجهشون بد نیست. طوری در اعتراض با گاری لینیکر فوتبال بزرگ انگلیسی شروع کردن، اونها در جای یکمی گروه خود هستند و بسیار آسان و راحت حتی میتوانند صاحب راحت به مرحله پلی آف هم شوند. چرا در انگلیا دائم مناسبت به دسته منتخب همین گونه است؟ به این هم اگر ما به خاطر آوریم، سالهای اخیر یگان دسته های منتخبی انگلیا نتوانستند نتیجه خوب نشان دهند. حتی در دوره که لمپارد و جرارد و رونی و دیگران بودند، اونها حتی از گروه خود در چمپیونات اروپا نمی برآمدند. این در سال 2014 دیده شده بود. چرا دائم تنقید هست در صورتی که نتیجه ها گویم به هر حال بد نیستند، اگر چند با بازی سوال ها پیدا میشه. ولیکن انگلیا ببینید دسته فاوریت در کل دور زمان حساب می شود و بسته بان اقتداری که دارد نتیجه هرچند که میانه هم باشند، ولیکن این دسته باید که حتما چمپیون شود یا اقلا جوی دیوم رو گیرد. ببینید جوی دیوم فقط آنها در جبر پیشین گفتگی و خلاص فکر میکنن فیجور ها بینید زیادن جامعه فوتبالی انگلیا اونجا وطنی فوتبال که هست همه وقت مخلصان میگن که ما به خانه می بیاریم جایزه را، ایتس کامینگ هوم دوی می گویند، ولیکن هیچ نیکی آرزو عملی شود. ما از همین فشار ها بلوی ستاد مربیان بلوی خودی بازیگران ودار می سازد که مربیان رو آورند به فوتبال پراگماتیکی، به فوتبال برای مخلصان دلگیر کننده تا که جالبیت یک طرف ماند، لیکن نتیجه تامین شود. با امید نتیجه ببینید علاقه طرف چند از مخلصان فوتبالی را خراب خیره کرده است گارت ساوتگیت، هرچند که میگویند ما در زنه اولیم، ولیکن از یک جانب آن در زنه اولی آنها بودن فکت است، از جانب دیگر حریفان گروه آنها امکان دادند تا آنها در زنه اول قرار بگیرند. ببینید مساوی های پیوسته دسته های دیگر باعث آن شد که انگلیا نو بست از با مساوی خیش در جدول در صدر جدول قرار گیرد. این یک طرف، از طرف دیگر دانیا دویم حریف نقلای برای خود منتخب انگلیا است. اینجا البته پیش از همه گپ سر خود مناسبت انگلیس ها به فوتبال می رود، مناسبت خود ملت به فوتبال که اونها چی را طلب دارند از منتخب خود. اقتدار خط هجوم این زمان واقعا هم خیلی زیاد است در منتخب انگلیا، این را یگان کس انکار کردن نمی تواند، ولی مهم همین است که اداره می کند همه همین اقتدار و ثروتی که در دست داره. این زمان گارت ساوتگیت اداره میکند و گارت ساوتگیت همین فلسفه رو دارد. گارت ساوتگیت چون این تاکتیک رو پیش گرفته است، او با چون این تاکتیک دسته مذکور رو با برای با دور نیم نهایی جام جهان برآورد، برای زینه سیوم بوزی کرد چون از بلژیک 2018 شکست خورد، بعدا در چمپیونات اروپای نوبتی بازم دسته مذکور رو تو با فینال برآورد سال 2021. یعنی در دو مسابقه قبلی دسته مذکور با دور نیم نهایی میبرد. این علاقه یک برقراری و استواری منتخب رو نشان میدهد نوسته از اون که دسته مذکور چگونه بازی کرد. سال 2021 هم همین گپ ها خیلی زیاد بودن بر مقابل دانیا در خط در بازی دور نیم نهایی اونها چگونه بوزی کردن همه ما شما در خاطر داریم. همه دانیا رو تو به دور نیم نهایی برآمدن تعریف و توصیف میکردن، انگلیا رو تنقید میکردن، بعدا انگلیا غلبه به دست آورد، اون بوزی
و اون همه چیزی که بود همه فراموش شد. عین زمان هیچ کس نمیگوید که دانیا خیلی زیبا بازی کرد. عین زمان همه میگوید که انگلیا در فینال چمپیونات اروپایی سال 2021 بود و از ایتالیا شکست خورد. نوست از اون که اونها چگونه بازی کردن. همه میگوید که انگلیا سال 2018 تو به دور نیم نهایی جام جهان برآمد. یعنی همین شکست خورد. بله همین چیز فکت شکست خوردن هم البته میموند. ما همین چیز مهم است. فکت شکست خوردن میموند، لیکن فکت مونده، فکت برمانده برای انگلیسو از هم مهم آوردن جایزه به خانه است. از هم مهم همین است. دیگر ایوانس وجود ندارد. فکت برامدن و در نیمیوی در دو مسابقه بزرگ حتما بیشتر از اون است که شکست خورد. این برای انگلیسو بسندگی نمیکند. این را برای من اتوان میدونیم. این را همه جمعه همون از گفته کارشناسان هم درک مینماید که برامدن در دو مسابقه و در دو مسابقه بزرگ و در نیم نهایی این برای اونها نتیجه خوب است و برای همین هم اعتراض و ایراد و ارزش کویت و با گارت ساوتگیت از نگاه نتیجه ها این زمان نیستند. اگر میشدند اگر از ساوتگیت این زمان به چمپیونات اروپا نمی آورد است این مسکو رو خودان رو علاقه بعدی دور گیم شدند. من اندشه خود رو جمع بس میکنم. گر این که چی میگوید من و شما چی میگویم این مهم نیست. مهم است. مهم وقت یک سخنی کارشناس بزرگ انگلیسی مهم اونه که مهم اونه که دسته چگونه نتیجه نشون میدهد و این نتیجه بسندگی نمیکنه برای انگلیه. من این را بسندگی میکنه. من یک بار دیگر تکرار میکنم در وطن فوتبال هم وقت میخوان که جایزه اگر بسندگی میکرد اگر بسندگی نمیکرد عین زمان گارت ساوتگیت نامه اوور منتخب انگلیه رو. این یک چیزی است که خیلی ساده است فهمیدن. فرق در آن است که گارت ساوتگیت نظر به مربیان دیگر نتیجه نسبتا بهتر نشون داد. شما اکنون به خلاصه من اومدید. ولیکن به خلاصه شما نه. من فرق جزئی رو گفتم. ببینید مهم است که برای فوتبال فهمیدن در کنه در انگلیه در وطن فوتبال هم وقت میخواهند که چمپیون شوند. دسته ای که کل اقتدار برای همه میخواهد چمپیون شوند. دیگران میخوان لکه نمیتوانند. دیگران نمیتوانند. با این اقتدار انگلیه میتوانند. کی نمیخواد چمپیون شود؟ آلبانیا اگر خواهد نمیتوانند. آلبانیا آلبانیا میخواد چمپیون شود. ایتالیا میخواد چمپیون شود. البته با همون اقتدار در انگلیه هم وقت چمپیونی را انتظار هم. اون اقتداری که انگلیه دارد فرانسه هم دارد. اون اقتداری که انگلیه دارد دیگران هم دارد. انگلیه رو به همین واسه تعریف میکنیم. این ارزنده اون تعریف نیست. انگلیه باید انیق باید که در چمپیونات اروپا سال انام اروپای پیشین باید قهرمان میشه. در چمپیونات جهان هم باید که جایزه بگیرد. این انگلیه هجومی این خیلی گپ نیست. انگلیه باید قهرمان شود. این خیلی گپ نیست. انگلیه چمپیون نشود، فرانسه نشود، بعد آلبانی و روسیه نشود. یکمش اون که نگاه کن، یکمش اون که گویم که خاطره تاریخی است. خاطره تاریخی از همون میگوید که یگان مرتبه انگلیه در چمپیونات اروپا قهرمان نشده است. اونها تو قهرمان جهان هستند و یگانه قهرمان جهانی هستند از اروپا که قهرمان اروپا را به دست آوردند. این یک یعنی این یک فکت تاریخی است که این رو ما یک اونجا برده نمیتوانیم. دویم فکت تاریخی. دویم اون که بار دیگر تکرار میکنم اگر گارت ساوتگیت و از کاری او در خود اسوسیاسیون فوتبال انگلیه خود کارشناسان روزی نمیشدند یگان مرتبه اونا اجازه نمیدادن که گارت ساوتگیت باز هم دسته مذکور رو به چمپیونات اروپایی نوبتی بیاره. در دو مسابقه برآوردن و در نیم نهایی در دو مسابقه بزرگ این نتیجه خوب است. خوب برای انگلیه، خوب برای دیگر خداسه دیگر برزیل به در نیم نهایی نبرآمد که یک ملت بزرگ فوتبالی در جام جهان اونا شکست خوردن که مربی نتیجه نشون خوب نشون نداد. از این همه رمه 20 سال شده نمی برای برکنار کرده می شود. بعد از 2002 مهم نیست که لوکاس پاکیتا و ریشارلسون و نیمار در خط نیمه مایا چگونه فینتو میکردن، چگونه به انور رفتن، کریر رو چگونه شکست دادن، این دیگر فراموش می شود. در خاطر من و شما مونده است برازیلیا چی کارهای کرد و چی گل شما ایتالیا چمپیون شدن ریشارلسون ایتالیا هم با همون بوزی خوبی در خط دفاع نشون داد، قهرمان شد. یگون بوزی واو نشون نداد ایتالیا سر داد ولی که چمپیون شد. دلیل فقط ولی چمپیون شد بوزی پرگماتیکی نشون میداد. کدام حملهوران بوزی پرگماتیکی ایتالیا چمپیون فوتبال پرگماتیکی است. خیر با همین چمپیون های بعد چی پاس میکنه فوتبال پرگماتیکی باشد انگلیا بود قهرمان. من میگم که فوتبال با اون اقتداری که انگلیا دارد انگلیا میتواند از این نتیجه خوبتر نشون دهد و در انگلیا این چیز را از آنها انتظارند. با اون اقتدار هجومی که انگلیا دارد ببینید کول پاونر 22 گل میزنه در موسم لیکن یگان دقیقه بازی نمیکند. تنکه دو سری گل سری کاوت بسیار میشن در این مثلا نگاه کنید ببینید که این خیال است که یعنی یک تصوراتی عمومی در باره اون که بازی دفاع کرونا بازی پرگماتیکی فوتبال رو زیر آب میبرد، فوتبال رو غرق میکند. این برای ما و شما بیرون از منتخب انگلیه، این برای ما و شما در تصورات ما و شما است. ولی در داخل منتخب انگلیه این طور نیست.
در داخل منتخب انگلیه آن همون گرمونیایی که فوتبال بازان با مربی دارن اون دیده می شود. یعنی یکم کانفلیکت نظام در منتخب انگلیه نیست. مربی میگوید که بله اون بازی که از ما انتظار نداشتند ما نشان ندادیم ولی نتیجه داریم. هری کین مربی رو دستگیری میکند میگوید بله نتیجه داریم. همه بازیگران مربی رو گویم که دستگیری میکنند، مربی بازیگران رو دستگیری میکند. یعنی در تصورات ما و شما بله من همه خواهم منتخب انگلیه در تصورات ما و شما بله من همه خواهم منتخب انگلیه در تصورات خود بگو من اینو من در اومد نکنم در تصورات خود من همه فوتبال دوست دارم همین تبر است که انگلیه با هری کین با بوکایو ساکا با فیل فودن با اون دیگرانی که در خط هجوم دارد باید یک بازی نشان بدهد که اونها توسط هوا بی‌پرندو از هوا گل‌ها بزنند و از مرکز میدان گل زنند یک افسانه‌ای بیان کنند. در فوتبال یک افسانه‌ای بیان کنند. من یک همچون مثال آورده استم یعنی چنین بازی رو نشان بدهند که یک در خطرتون باشد یک فیلم خطایی بود همون تبر بازی بزنند. که با همین ترتیب دسته خود را به میدان برآورد یک گل زند به خط دفاع شینند. نتیجه هست مهم برای گارد ساوگیت همین است که گلروز مونبک در استودیو او را تعریف میکنند بازی خیلی زیبا واو چگونه بازی زیبا بود یا مهم اون که گلروز مونبک گویند منتخب انگلیه بسیار بازی ضعیف نشان داد ولی از گروه به دور نوبات برآمد. مهم همین است برای گارد ساوگیت و برای انگلیه هم بود همین مهم باشد. بله تشکر زیاد از گروه میبرد با گرفتن سیز نه اول و راستی اگر بیاید اقرار شیم برای خودت بازی انگلیه مقبول است همین بازیه که میکنند با همین بازیگران برای من بازی انگلیه بازی ترکیب بازی این مهم نیست برای تو سوال جواب تو خود سوال خیلی خوب برای من بازی منتخب گرجستان معقول است بازی انگلیه برای من معقول است نه بازی انگلیه گرجستان معقول است چی من خوب نیست چون که بازی دروغ میگید بازی خطر در خط دفاع هم بازی کردن اینم جزء بازی است گرجستان بازی که بازیگر برای من معقول است برای مثال بازی بار مخبر است تشکر شما شورای کردن معقول است 100% یگون مشکل با فکر من اینجا مشکلی میدونه در اون است که موقع بعضی از فوتبال بازان رو پیدا نکرده است دست مربی و با میدان بعضی از بازیگران برآمده ایستادند مثل ترنت الکساندر آرنولد که در جای خود نیستند. او در نظریه البته نیم افزادگری دفاعی بود یا یک چند بازی در لیورپول گذراند اما ما میدونیم که در طول موسم در همین موقع نبود و همین سخنی که خود ساوتگیت هم گفت با مو فوتبال بازی مثل کالوین فیلیپس نمیرسد بسیاری ها رو گویم با فکر کردن وادار کرد و این موردی خنده‌خریش هم قرار گرفت که خود این فوتبال باز در کدام درجه است که همین گونه فوتبال باز بعد از منتخب نمیرسد و فکرم به هر حال اینجا شاید خود مربی سراسیمه شد هنگامی پاسخ دادن به این سوال و چیزهای دیگر بودند لک به هر حال امیدوار میشیم که انگلیه با این اقتدار خود یگان دستاورد و جایزه بزرگ را به دست میآورد زیرا دوام سالهای اخیر واقعا هم اومدن مربیانی که فلسفه های گوناگون داشتن کلوب آنتونیو کونته خوب خوسه گواردیولا ژوزه مورینیو دیگر بار برگشت خلاص بنهایت تغییرات زیاد است در لیگ داخلی و فکر دارم از این جهت هم بسیاری ها امیدوار هستند که همین گونه مثل دسته های قدرتمند فوتبالی داخلی کشورش مثل باشگاه ها انگلیه در عرصه بین المللی بازی زیبا نشان میده یک چیز دیگر هر کین از فوتبال میرد به انگلیه یکون جویزه یک چیز دیگر یکم اون که برای من انگلیه مقبول نیست بازیش مقبول است بازیش این فکت دیگر است برای من انگلیه فاوریت از آغاز خود از پیش از آغاز مسابقه گفتم فاوریت است فاوریت میماند برای من فاوریت است این یک دوم اون که یگون مربی سطح کارلو آنچلوتی و خوسپ گواردیولا و یورگن کلوپ رو ندارد انگلیس رو ندارند که خود پریمیر لیگ انگلیه رو از سال 92 تا این جانب یگون مربی انگلیس نگرفته است یگون مربی همه از اسپانیا و ایتالیا و دیگر کشورها میگیرند یعنی انگلیس رو ندارند یک مکتب خوب مربیگی ندارند همین گارت ساوگیت است که انگلیس است دسته مذکور رو بعد چنین نتیجه ها آورده است یعنی که از داخل میداند مهم خود گارا ساوگیت هم میداند که مغلوبیت در چمپیونات اروپا چگونه است سالهای 90 او به مقابل آلمان پنالتی رو نزده بود بله. و تا حال هم این رو به خاطر می آورند یعنی و او افتریته دارد در بین فوتبال بازان این هم مهم است از اون بیاید توجه کنیم به جدول گروهی سی بعد از خاتمه دو دوره رقابت ها انگلیا 4 امتیاز دارد پیش صف است دانیا و اسلوونیا با 2 امتیاز زینه های دوم سوم رو میگیرند و سر با یک امتیاز در زینه آخرین است اصلا باید بگویم بعد از منتخب سربیا هم توجه باید زیاد باشد چون که ستاره های بسیار خوب دارد فوتبال بازان خوب جمع آمده است اما سوالی زیاد است که این دسته نتیجه به دست آورده نمیتواند
میگذاریم اکنون با بازیهایی که در گروه دی صورت گرفتند، دوستان گرامی، و یکی از نبردهای دیگری بسیار حساسی که همگان انتظارش بودند، این بایشتو که دستای منتخبی فرانسه و نیدرلند صورت گرفت. در فرانسه البته ما از قبل میدونستیم که در بازی کلیان مباپه اشتراک نمیکند و چهره اساسی آنتوان گریزمان شد. امکانات های به نهایت زیادی گلزنی برای گریزمان با وجود میآید، اما آنتوان که معمولا او بسیار فوتبال بازی اوکل است در میدان، فرصت ها را ثمرانه استفاده برده میتواند، در همین بازی از این جهت خود را نشان داده نتوانست و بازی در مجموع بوشتو که این دو دسته هرچند در قسم یکم نسبتا وضعیت های خطرناک زیاد بود، در قسم دوم این چیز کمتر دیده شد، بدون گل 0-0 جمع بس کردید. بازی البته اگر قیاس کنیم قسم اول رو با قسم دوم، در نیمه اول بازی بهتر جریان گرفت از همه نگاه ها، و در مجموع اگر دو دسته رو قیاس می نمایم، به نظر من منتخب نیدرلند بهتر بود در میدان. اونو هم از نگاه بازی در خط دفاع، هم اداره کردن مرکزی میدان بهتر از منتخب فرانسه بودند. نرسیدن کلان امباپه اینجا بر علای احساس میگردید، یک نفری که فرصت های گلزنی رو 100% با گل انجام میدید نمیرسید و این مشکل اساسی منتخب فرانسه گردید. البته بعدا در بازی نوبتی منتخب فرانسه گیم تون روزه با برآوردن دیگر فوتبالزون حل کرد، ولی در همین رقابت البته نرسیدن یک نفری که گل زند این مشکل اساسی منتخب فرانسه شد. دمبله را ما میدونیم بازیگری که خیلی تکنیک خوب دارد، ولی همیشه در یک با یک ها دچار مشکل میشه. از گروه دیگر هم هست جوی سیوم، چون که تناسب گل ها میتواند نقش بزند. دو دسته میغلطن. بله. خب میگذاریم اکنون با گروه ای، گروهی که بسیار هم جالب است. شاید از این گروه همین گونه حالات رو انتظار نبودن، اما بعد از خاتمه دوری دویم ماست در همین گروه 4 دسته هستند که برابر 3 امتیازی دارند و حتی ممکن است در دوری اخیر حالات شود که 4 دسته برابر 4 امتیازی جمع آورند. دسته منتخبی بلژیک در دوری مذکور بازی خود را دایر کرد و توانست 2-0 پیروزی بسیار مهم را به دست آورد. در این بازی باز هم گلی روملو لوکاکو به قید گرفته نشد. حرکت های زیادی جرمی دوکو را دیدیم، اما چهره اساسی کوین دبرونه بود که ماس او گلی دویم را زد و کمی بازی را آرام کرد و در مجموع بلژیک توانست غلبه مهم را به دست آورد. اینجا البته سر گپ سری بدبختی می رود، نومدی کور می رود، ببینید دلکه سیومین گولی رومیلو لوکاکو ایسو بیدن نمی شود و با قول می توان گفت که رومیلو لوکاکو چگونه که در فوتبال باشگاهی دو سال اخیر است کنده کرخ نبوده است و گل هم زده می تواند، ولی که گل بعد اون زده می شود که از روی قایده فوتبال به نظر گرفتن می شود. ببینید این گونت های گلزنی منتخب بلژیک زیادند، جرمی دکو هم فعال است در حیط اولیه دسته تدسکو، ولیکن خیلی می شود که گل نمی شود. ما اگر می گویم که بلژیک بازی بد نشان می داد، البته به فکر شما امروز می که خطا می کنیم، زیرا که بلژیک بسیار هم فعال است، گل می زند، ولیکن خیلی می شود که یکون سانتیمتر یا یکون میلیمتر از افساید یا یکون قویده بایان کنید در رسیش بد دست به اون اجازه نمی تید که اونها موفق شوند. و اصلا منتخب رقیبان دسته منتخب بلژیک هم این را چون دسته فوریت زیده او با آمادگی خاصه میگرند و زیده آن دسته خوب بازی میکنند با آمادگی جدی و این چیز هم برای آنها خلال وارد کردن میتواند. یک چیز دیگر را من میتوانم اشاره کنم که این البته دعوت نشدن دروازه‌بان اساسی منتخب بلژیک تیبو کورتوا وابسته به آن قضیه‌ای که آنها دارند در داخل، این حال نرسیدن دروازه‌بان اساسی احساس نشده است، ولی در ادامه بلژیک البته میتواند از گروه برود و این چیز هم میتواند سبب شود، ولی که فشارو بیشتر به خود سرمربی هستند. سرمربی جوان را آوردند، باور کردند به او، علاکه در بازی اول آنو باختند و باز هم تنقید زیاد شدند، ولی که اون کارو وابسته به آن داشتن آن تالنت های انفرادی وابسته به مهارت های انفرادی توانست کارو به درستی اجرا کند و من باور دارم که بلژیک در دور سوم هم کار خود را به خوبی انجام داده میتواند. اکنون دوستان گرامی بید با حالاتی که در گروهی مذکور یعنی در گروهی ای رقابت ها است توجه کنیم و طور بلوتر مو گفتیم در این گروه هر 4 دسته شماره امتیازهایشان برابر می باشد. در گروه ای رقابت ها و شماره امتیازهای هر 4 دسته برابر است و این معنای آن را دارد که هر کدام از این دسته ها البته در دور اخیر بهره امتیاز تلاش میکنند و هر کدام از آنها البته مبارزه میبرند برای برآمدن به مرحله بعدی.
خوب دوستان گرامی، اکنون میگذاریم با دسته هایی که در گروهی آخر با هم نبرد میکنند در گروهی F مسابقه. بازی بسیار جالب با اشتراک دو دسته پیشرفت ترکیه و پرتغالیا انتظار میرفت سرعت گیرد، اما بدون مشکلی زیاد دسته منتخب پرتغالیا توانست غلبه را به دست آورد. و میدونید توجه بسیاری ها را باز هم رونالدو به خود جلب کرد. از چی سبب؟ از اون جهت که بسیاری ها اشاره کرده ایستادند به فرق از مسابقه های قبلی، رونالدو کورپا را پورا به سمت خود نمیکشد. رونالدو فوتبال بازی دستوی بودن خود را نشان داد، مخصوصا در حالتی که گل سوم زده شد. و من رونالدو همون حالتی را به فیلم پشت سر کرده ایستاد است که در چمپیونات جهان 2022 با مسی بود. یعنی او بسیار عاقلانه حرکت میکند، قوای خود را درست تقسیم میکند، در تمام رفت بازی هرچند در میدان است، اما در لحظه های درکوری حرکت های مفید خود را انجام میدهد و این کاری پرتغالیا رو بهتر کرده ایستاد است. هرچند در دور یکم بو مشکلی غلبه 2-1 به دست آمد، اما این دور بسیار آسان ترکیه رو آنها 3-0 ناکام کردند. در بازی دور دوم البته همه ما را آن حالت به حیرت آورد که چگونه رونالدو خود ضربه نزد و پاس داد به برونو فرناندش. این حالت با رونالدو کم اندر کم و میخورد و چگونه که اشاره کرده آن اگوی بزرگی که او دارد علاکه به فکران با رفتن سن و سال خود پای برده ایستاده است که دیگر من اگر کورپا را با پرگی بالای خود کشم این میتواند به ضرر دسته شود. علاکه از این تجربه منتخب پرتغالیا چنین تجربه را دارد و این چیز برای شرفمندی منتخب پرتغالیا میتواند یعنی که کمک رسان شود. ولی ببینید خودی در بازی منتخب چخی هم اول هرچند که منتخب پرتغالیا شوت زیاد کرد ولی که چخ ها گل زنی کرده توانستند و باز هم تشکر زیاد به شما و بینندگان گرامی مخلصان ارجمند. اکنون باید به حالتی که در گروه F رقابت ها دیده می شود توجه کنیم. بعد از دو دوری رقابت ها حالت همین گونه است که پرتغالیا زینه یکم رو برای خود کفالت داد، ترکیه، چخیه و گرجستان برای زینه سوم حالا مبارزه رو دوام میدن. همینجا مثل زده دوار شام که گرجستان امتیاز نخستین تاریخی خود رو به دست آورد. جورج میکاوتادزه بازدانی موفق شد و او جلیبین است که یکی از بهترین نشانزدهای این مسابقه می باشد با دو گل در برابر جمال موسیالا و همچنین شرانس از دسته منتخب اسلواکیا که او نیز دو گل دارد. اکنون دوستان گرامی جدول مرحله پلی آف رو برای شما پیشنهاد میکنیم. یک نظر اندازید، علاکه در قسم چپ بیشتر دستای پرقوت موقع خود رو پیدا کردند، اما در کناری راست با احتمال زیاد انگلیا و فرانسه جو میگیرند و حتما مبارزه بسیار حساس و جالب مخصوصا در دوری 4-1 نهایی ما و شما رو انتظار خواهد بود، زیرا به هر حال در دوری 8-1 نهایی بعضی از جفت های خواهند بود که نسبتا گویم ضعیف میشن، اما با احتمال زیاد در 4-1 نهایی ما نبرد های بسیار حساس رو میبینیم. اما این جدول با پورگی دوم همین هفته برای ما و شما معلوم میشود، چون دیروز علاقه بازی های گروهی A به انجام رسیدن، گروهی B امشب جنبست میشود، گروهی C D پگاه و ای اف باشد روزی 26 ایون جنبست می شود و صبح 27 ایون علاقه ما با پورگی گویم تمامی جدولی مرحله پلی آف رو معین خواهیم کرد. بینندگان گرامی در همین جا وقتی جوشتا برای برنامه ما هم خاتمه می بود. ایسال سپاس می نمایم که طولی مدت با ما بودید. بگذار دسته دوست داشته شما در چمپیونات اروپا با غلبه های شما رو شاد و مسرور کند. تا دیدارهای دیگر، خیر.